سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس نظریه بازی ها در ویدیو قبل من در مورد تعادل نش ترکیبی با یک مثال صحبت کردم در این ویدیو میخوام تعریف تعادل نش ترکیبی رو یکم ریاضی تر و دقیق تر با هم دیگه ببینیم برای همین میخوام یک مثال بازی دو نفره خیلی خیلی کلی رو اینجا برای شما بیارم که روی اون با هم دیگه صحبت بکنیم یه بازی دو نفره رو در نظر بگیرید که بازیگر یک من میتونه بین T و B و بازیگر دو من میتونه بین L و R یکی رو انتخاب بکنه حالا من میام و میگم که سود یا مطلوبیت بازیگر یک من از یک تابع U1 به دست میاد و سود یا مطلوبیت بازیگر دو من از یک تابع U2 این یعنی چی؟ یعنی بازیگر یک من در این نقطه T و L یو یک تی و ال به دست میاره یعنی این دیگه خیلی کلیه دیگه هر تابعی و هر عددی رو شما میتونید اینجا تعریف بکنید و بازیگر دای من یو دویه تی و ال به همین ترتیب بازیگر یک من در این نقطه یو یک تی و آر به دست میاره بازیگر دای من یو دویه تی و آر خب این تی و آر یعنی بازیگر یک چی بازی بکنه بازیگر دو چی بازی بکنه یعنی این دوتا ورودی هر کدوم از این توابع به ترتیب بازی بازیگر بازی یک و بازی بازیگر دو هستن به همین ترتیب شما این دوتا رو هم میتونید پر بکنید مثلا این میشه یو 1 بی و ال و یو 2 بی و ال و این هم میشه یو بی و آر و یو 2 بی و آر من این کارو کردم که شما ببینید چقدر کلی کلا میشه تعریف کرد یک بازی و سودهایی که در اون بازی حاصل میشن حالا من میخوام یه سری علامتگذاری تعریف بکنم و یا همون نوتیشن به انگلیسی که این سعی کنید گیجتون نکنه فقط یه سری علامت گذاری هست من میام با آلفا یک استراتژی ترکیبی بازیگر در حقیقت بذارید بگم آلفا آی بازیگر آی رو نشون میدم خب مثلا آلفا یک استراتژی ترکیبی بازیگر یک هست که در این بازی چون دو تا عمل داره یادتون هست که استراتژی ترکیبی رو من در ویدیو اول این مبحث معرفی کردم یک استراتژی بود که به هر کدوم از عملهای خالص یک بازیگر یک احتمال نسبت میداد به طوری که مجموع احتمالها برابر با یک باشه به عبارت دیگه یک توضیح احتمال روی عملهای مختلف بازیگر من تعریف میکن اینجا مثلا آلفا یک میتونه اینجوری تعریف بشه که آلفا یک تی مساوی باشه با یک دوم و آلفا یک بی هم مساوی باشه با یک دوم یا مثلا آلفا یک تی مساوی باشه با یک سوم و آلفا یک بی هم مساوی باشه با یک سوم به همین ترتیب من میتونم آلفا دو رو هم برای دو حالت مختلفی که در این مثال هست تعریف بکنم در حالت کلی باید برای تک تک بازی های خالص یک بازیگر یک احتمالی ما بهش نسبت بدیم و من به مجموع اون بردار میگم آلفا آی در حقیقت آلفا آی در این حالت خاص مثلا آلفا یک یک تابع یک بردار دو المانی هست یعنی مثلا یک سوم و دو سوم اخ ببخشید من اینجا اشتباه کردم این باید بشه دو سوم چون مجموع این دوتا باید بشه یک خوب خوب پس یادمون میمونه که این اشتباه رو دیگه نکنیم خب پس این میشه یک استراتژی ترکیبی بازیگر آی آلفا آی و من میام با آلفا خب پس این یک علامت گذاری و یک علامت گذاری دیگه که من میخوام استفاده بکنم اینه که من بیام با آلفا مجموع استراتژی بازیگرها رو نشون میدم یعنی آلفا یک و آلفا دو تا آلفا این یعنی آخرین بازیگر من من میام همه استراتژی ها رو اینجوری میریزم توی بردار خب مثلا در این مثال خاص واسه من استراتژیها ها مساوی میشه چی پس در مثال بالا آلفا مساوی میشه با مثلا آلفا یک تی و آلفا یک بی پس این میشه آلفا یک و آلفا دوی ال و آلفا دوی آر که این میشه آلفا دو مجموع این دوتا که آلفا دو هستن باید بشه یک مجموع این دوتا هم که آلفا یک هستن باید بشه یک من به کل این بردار چهارتایی یا در حالت کلی حالا به اندازه تعداد بازیگر حاضب در بازی های خالص هر بازیگر میگم آلفا یعنی بهش میگم یک مجموع استراتژی ها اسمش رو چی بذاریم اسمش رو مثلا میتونیم به تقلید از بازی خالص بذاریم یک نمایه استراتژی ترکیبی در حقیقت میکس استراتژی پروفایل نمایه استراتژی ترکیبی من میرم به این هم میگم آلفا خب پس الان ما این علامت گذاری ها رو کردیم حالا میتونیم بریم با هم دیگه آها یه علامت گذاری دیگه هم من بگم بعد برم سراغ تعریف تعادل نش که اگه اینو اینجا بنویسم دیگه جا کم میشه ولی اب نداره من با آلفا منهای آی استراتژی ترکیبی همه بازیگرها همه بازیگرها جز بازیگر آی را نشان میدن پس آلفا منهای آی یعنی این بردار آلفای من به جز مثلا آلفا منهای یک یعنی این قسمت بردار آلفای من یعنی استراتژی ترکیبی همه بازیگرها به غیر از بازیگر آیی که من مد نظر دارم اینجا به غیر از بازیگر یکی که من مد نظر دارم اینا همش یک سری فقط علامت گذاری هست من هیچ هیچ تعریف خاصی تا حالا نکردم و فقط میخوام تعریف تعادل نشم و به کمک این علامت گذاری ها یکم دقیق تر بکنم خب حالا میتونیم بریم سراغ تعریف تعادل نش بذارید من یه ذره اینجا ها رو این بالا را پاک بکنم که بتونیم بنویسیم تعریف تعادل نش رو خب پس برای تعریف تعادل نش ما الان ابزار و علامت های کافی رو در اختیار داریم من میخوام تعریف بکنم من میام میگم پس تعریف که استراتژی ترکیبی آلفا استار یا آلفا ستاره که یک اسم مجموعه استراتژی ترکیبی همه بازیگرها رو من اسمش میذارم آلفا ستاره یک تعادل نش است من اول ریاضیش رو می‌نویسم بعد توضیح میدم اگر و فقط اگر چه اتفاقی بیفته این اتفاق بیفته که مطلوبیتی که بازیگر آی من یعنی یکی از بازیگرهای من از هر از, از اون آلفا ستاره داره به دست میاره یعنی با بازی، با اینکه همه همون بازی رو بکنن بیشتر یا مساوی باشه از مطلوبیتی که همون بازیگر آی من به دست میاره اگر خودش بازیش رو عوض بکنه یعنی خودش بره یک استراتژی ترکیبی دیگرش رو بازی بکنه و بقیه بازیگرها همون نقطه تعادل نش رو یعنی همون آلفا ستاره رو آلفا ستاره منفی آی رو بازی بکنه و این باید به ازای هر آی و به ازای هر آلفا آی درست باشه حالا بریم ببینیم یعنی چی این داره به من میگه که شما اولا این شرط باید برای همه بازیگراتون برقرار باشه و حالا این شرط یعنی چی این شرط یعنی این که همه بازیگرها چیزی که دارن در اون نقطه آلفا ستاره به دست میارن یعنی با اون تعادل نشه ترکیبی اون بازی که دارن به دست میارن یعنی اون توضیح احتمالی که نسبت دادن اگر توزیع احتمالشون رو تغییر بدن نتونن سودشون رو زیاد بکنن با فرض اینکه بقیه بازیگرها توضیح احتمالشون رو تغییر ندن و همون نقطه تعادل نش رو بازی بکنن و این باید به ازای همه تغییراتی که یک بازیگر میتونه در توضیح احتمالش بده درست باشه خب یعنی این دقیقا همون تعریف تعادل نش بازی های ساده هست فقط من اومدم ن... می تعداد بازی ها تعداد اکشن ها تعداد اقدام های که یک بازیگر میتونه بکنه رو افزایش دادن و به جای حالت های خالص به حالت های ترکیبی یعنی نسبت دادن احتمال به بازی های خالص هم تعمیم دادن و یعنی این تعریف هیچ فرقی با تعریف قبلی که ما از تعادل دیدیم نداره خب حالا من میتونم در مورد رابطه این تعادل نش با تابع بهترین پاسخ هم صحبت بکنم بذارید من دوباره این پایین رو هم پاک بکنم البته این ویدیو داره یک مقداری طولانی میشه بذارید من این ویدیو رو همینجا تموم بکنم اما این صفحه رو همین شکلی نگه میدارم و ویدیو بعد رو ادامهش رو دقیقا از همینجا با هم خواهیم داشت پس این چیزهایی که این بالا الان کشیده شده رو یادتون باشه فعلا خدافظ